منابع خبری کاخ ریاست جمهوری در صنعا اعلام کردند که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن ظرف 48 ساعت آینده در انظار عمومی ظاهر خواهد شد و با مردم گفتگو خواهد کرد. همزمان با انتشار این خبر ده‌ها هزار شهروند مخالف حکومت در پایتخت تظاهرات کردند و با انتقاد از مواضع غیر شفاف مسئولان آمریکایی و عربستانی بار دیگر خواستار کنارگیری آقای صالح از قدرت شدند. او که روز سوم ژوئن بر اثر بمب‌گذاری در صنعا پایتخت این کشور مجروح شد، برای درمان به عربستان سفر کرد و حالا پس از بهبود نسبی برای بازگشت به یمن آماده می شود. آگاهان می گویند او در بازگشت به کشورش قصد دارد از طریق انتقال قدرت به پارلمان و یا تشکیل یک دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری زمینه خروج یمن از حالت بحرانی را فراهم سازد. این در حالی است که مخالفان اعلام کردند اعتمادی به وعده های او ندارند.